دریچه‌ای رو به آگاهی، کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. کودکان در ایران از جایگاه بسیار متزلزلی برخوردارند، به طوری که به کودک به عنوان یک موجود مستقل نگاه نمی شود و حتی ساده ترین حقوق آنان نادیده گرفته می شود. همچنین کنوانسیون حقوق کودک در ایران با وجود تغییرات زیاد از جانب دولت ایران که باعث از دست رفتن صورت اولیه و اصلی آن شده است، آنگونه که باید و شاید اجرا نمی شود. زیرا دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حقوق کودک را به صورت مشروط پذیرفته است. مواردی مغایر با این کنوانسیون در قانون مدنی خود به آن افزوده است که این قوانین در بسیاری از موارد ساده ترین حقوق کودک را نادیده می گیرند. دولت به وظایف خود در همان حدی که خود پذیرفته و در قوانین داخلیش آورده نیز عمل نمی کند. حال سؤال این است: کودکان در ایران از چه جایگاهی برخوردارند؟ و کنوانسیون حقوق کودک در ایران تا چه اندازه اجرا می شود؟ نقش دولت در آن چیست؟ موانع قانونی در اجرای حقوق کودک چیست؟ و چرا در دولت جمهوری اسلامی ایران ساده ترین حقوق کودکان نادیده گرفته می شود؟ در برنامه امروز با حضور میهمانان گرامی به تحلیل و بحث پیرامون این سوالات خواهیم نشست. با سلام به شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه دریچه‌ای رو به آگاهی. در برنامه امروز با موضوع بررسی حقوق کودک در ایران درباره انواع خشونت، کودک آزاری، تجاوز، تعرض و بهره‌کشی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. نخست با میهمانان این برنامه آشنا خواهیم شد. بانو سوسن بهار، تلاشگر عرصه لغو کار کودک و دفاع از حق کودکی. جناب منوچهر شفایی، فعال در زمینه حقوق بشر. دوستان عزیز، بسیار خوش آمدید به این برنامه و خرسندیم از همراهی و حضور شما عزیزان. سال اول برنامه‌مون رو آغاز می‌کنیم از بانو بهار عزیز. بانو بهار نازنین، می‌خوایم که تعریفی از دوره کودکی برای شنوندگان داشته باشید و اینکه کودکان از چه حقوقی باید برخوردار باشند. در خدمت شما هستیم، بفرمایید. متشکرم. با درود به شما و شنوندگان رادیو دریچه‌ای رو به آگاهی و درود به مهمان دیگر بر این برنامه رادیویی. خب اگه بخوام به تفصیل تاریخی راجع به این موضوع صحبت بکنم طولانی خواهد شد. فقط بگم که از زمانی که از سال 1989 متن فعلی کنوانسیون حقوق کودک که از زمان جنگ دوم جهانی همیشه مطرح شد و رد شد، توسط خانم سیمون اک دبیر نجات کودک سوئد نوشته و به تصویب رسید، بعد از سالها تحقیق اولین بند کنوانسیون حقوق کودک رو تعریف کودکی به همه افراد زیر 18 سال تشکیل میده که این یک چیز مندرآوردی و دل بخواهی نیست، بلکه بر پایه تحقیقات بسیار دقیق روانشناسانه و بیولوژیکی بر طفل انسانی صورت گرفته. از جمله این که طفل انسانی تا قبل از 16 سالگی دید جانبی کاملی نداره و به همین دلیل مثلا گواهی نامه رانندگی نباید داشته باشه، یا ازدواج های زیر 18 سال و زایمان های زیر 18 سال آنچنان زایعاتی بر ستون فقرات کودک وارد میکنه که اکثر این عزیزان بعد از 30 سالگی دچار آرتروز های شدید هستند. از این موارد بگیرید برید تا بالا. بنابراین اولین چیزی که ما در جامعه ایران با این تناقض برخورد میکنیم ماده 12 قانون مدنی جمهوری اسلامی و بالغ شمردن کودک دختر 9 ساله هست که به تبع اون
ما با یک فاجعه‌ای به نام کودک همسری در ایران مواجه هستیم. من سعی کردم به اختصار این سوال شما رو پاسخ بدم، اگر چیز دیگه‌ای هست در خدمتتونم. سپاسگزارم از توضیحی که فرمودید. در خدمت جناب شفای عزیز هستیم. جناب شفایی لطفاً در مورد کنوانسیون حقوق کودک، اینکه چه ویژگی هایی داره و چه ضرورتی داشته تا سازمان ملل کنوانسیون حقوقی مستقلی رو برای کودکان ایجاد بکنه، خواهش میکنم در خدمت شما. منم سلام میکنم خدمت شنوندگان و دوست خوبمون خانم بهار و شما عزیزانی که دارید زحمت میکشید در رابطه که بشه این برنامه رو به صلاح ضبط بکنید و منتشر بکنید تا کسانی که علاقمند باشن صداها رو بشنوند، شاید که راجع بهشون فکر بکنن. برای اطلاع شما دوستان، کنوانسیون حقوق کودک که در سال 1989 به امضا رسید 54 ماده داره که در این 54 ماده تلاش بر چند مورد هستش. یکی در مورد شناساندن حقوق اجتماعی کودک هست که حتما کودکان دارای حداقل استانداردهایی باشن، مثل آموزش، مثل تامین اجتماعی، مثل بهداشت، مثل مراقبت‌های ویژه جسمانی، زندگی خانواده، زندگی در خانواده، حتی بازی و سرگرمی‌های کودکی، فرهنگ و حتی اوقات فراغت به صدا درش پیش بینی شده در این 54 ماده. و در بخش دیگه‌ای که حقوق کودک رو برای امنیت آنها پیش بینی شده، مثل عدم تبعیض، مثل جلوگیری از سوء استفاده جسمی و جنسی یا بهره کشی یا سوء استفاده معیشتی از کودکان یا حتی بی‌عدالتی و تضادها، اینها مواردیه که دیگه هم یک سری از مواردیه که در این 54 ماده پیش بینی شده. و مطلب دیگه ای که در رابطه با کودکان دقت شده تو این 54 ماده، آماده کردن زمینه های حضور و مشارکت کودکان در حقوق سیاسی و حقوق مدنیشونه، همچون داشتن نام و هویت یا مورد مشورت قرار گرفتن و مورد توجه بودن، اعتماد شدن و اعتماد به نفس دادن، سلامت جسمانیشون، عرض کنم آزادی در رسیدن به اطلاعات، آزادی بیان اندیشه و حتی اندیشیدن و حتی اعتراض و چالشگری نسبت به موضوعاتی که نسبت به خودشون هست. اینا مواردیه که در واقع در خود کنوانسیون پیش بینی شده و برای اینکه در واقع عملا مواردی که الان من براتون اسم میبرم در خود این کنوانسیون رعایت شده و مورد تاکید قرار گرفته. عدم تبعیض جنسی است، عدم تبعیض نژادی، عدم تبعیض قومی و دینی، حق حیات، بقا و رشد، احترام به دیدگاه کودک، عدم شکنجه، بازداشت، زندانی کردن کودکان، آزادی اندیشه و عقیدهشون و ایجاد امکانات در اجتماعات، حق تأمین اجتماعی به ویژه در مواقعی که بی سرپرست هستن و بیمه و درمان، بیمه و بهداشت، آموزش اجباری، حتی زبان مادری براشون پیش بینی شده و حق تفریح. اینها مواردی است که در این کنوانسیون برای حقوق کودک در نظر گرفته شده. دلیل اینکه اینها رو در این کنوانسیون در نظر گرفتن مبنا بر این استش که کودک آینده ساز جامعه است، یعنی کودکان هستن که آینده رو میسازن، پس بایستی این حقوقشون شناسونده بشه، این کودک در کودکی، در آرامش، در آسایش، در رشد، در احساس استقلال، در احساس آزادی حرکت بکنه که بتونه در آینده فرد مفیدی برای جامعهش باشه. و اخیراً هم در یک سال نیمه گذشتم عرض کنم که سازمان ملل در رابطه با سال 2030 هم در واقع یک محلی رو، یک تاریخی رو اعلام کرده که این کودکان در اون موقع حتماً در
رشد و در اون شرایط مناسب قرار بگیرن که بتونیم یک جامعه جهانی سالمی داشته باشیم. این در واقع من به صورت کلی راجع به کنوانسیون در واقع حقوق کودک که در 20 نوامبر 1989 به امضا رسید من توضیح دادم، اگر باز موردی هم باشه که حتی مقدمات شدم که خانم بهار به خوبی تشریح کردن دلایلش و چگونه به حرکت افتاد. سپاسگزاریم شما جناب آقای شفایی عزیز. بانو بهار نازنین، نکاتی رو جناب شفایی در صحبتاشون اشاره کردن، در واقع ویژگی هایی رو که کنوانسیون حقوق کودک شاملش بود. توجه به کودک به عنوان موجودی مستقل از بزرگسالان با هویت و نیازهای خاص خودشون از ویژگی های این کنوانسیون هست، همونطور که متوجه شدید. شما لطفا بفرمایید در دولت جمهوری اسلامی ایران به این مسئله چگونه نگاه میشه؟ خواهش میکنم بفرمایید. خب متشکرم. از آقای شفایی هم تشکر میکنم برای شرکت خوبشون در بحث. من فقط اجازه میخوام داخل پرانتز قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم یه چیز رو بگم. ما تو جنبش لغو کار کودک در سطح جهانی و کمپین دفاع از حق کودکی میگیم کودکان امروزن، صدایشان فرداست. ما کودک رو همین امروز به صرف به دنیا اومدنش به عنوان یک موجود مستقل و دارای تمام این حقوق به رسمیت میشناسیم. تو مواردی که جناب شفایی توضیح دادن از جمله حق هویت کودکانه که جمهوری اسلامی در دسامبر 2013 این حق رو با بی‌شرمی زیر پا گذاشت، اونجایی که حق ازدواج با فرزند خوانده رو صادر کرد. در کنوانسیون حقوق کودک ماده 37 دو تا تبصره مهم به این امر اختصاص داده شده، یکی امنیت کودکان در خانواده‌ای که به فرزندی پذیرفته میشن و یکی این که به هیچ وجه در برگه‌های هویتی این عزیزان فرزند خواندگیشون نباید ثبت بشه، به خاطر اینکه در مدرسه مورد آزار قرار نگیرن توسط کودکان دیگه. دو تا بند 22 و 26 به اصطلاح لایحه دفاع از حقوق کودک جمهوری اسلامی زیر پا گذاشتن آشکار این بند مهمه: یک، حق ازدواج با فرزند خوانده. دو، قید شدن فرزند خواندگی در شناسنامه. شما خود بخوانید حدیث مفصل توی تک تک، حالا اگر از مقابله نامه 182 اونو بخوایم توی بخش دیگه بررسی کنیم، اون چی که به کار کودکان مملو میشه که به طور موجز و یا صریح بیان حقوقی تو کنوانسیون حقوق کودک نداره بلکه بهش اشاره شده، همینطور حق تحصیل رایگان و اجباری رو، به تک تک مفادی که آقای شفایی اشاره کردن طبق کنوانسیون تطبیقی که علیه کنوانسیون حقوق کودک در سال 1995 توسط جمهوری اسلامی پذیرفته شد در اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار و UNHCR یا هم سازمان ملل و یونیسف، دقیقا تمام این حقوق رو زیر پا میذارن. ببینید، حق سرحد تعدیب یعنی تنبیه کودک طبق قوانین فقهیه ماده 622 تا 625 قانون جمهوری اسلامی که جزء قوانین لازم الاجراست نمردن کودک تعیین شده. به همین دلیل ما مواجه با اشکال گوناگون خشونت علیه کودکان در مدارس، کشته شدن دانش آموزان توسط معلم و در جامعه و در خانواده هستیم که به خصوص تو این بخش سهم کودکان دختر به خصوص اونایی که کارگران کوچک خانگی هستن بسیار زیاده. من نمیخوام وارد مقوله کار کودک الان بشم، فقط اشاره میکنم. شما وقتی که طبق قوانین جزایی ایران بعد دختر بچه 9 ساله رو به زندان میبرید و در کنار زنان بزرگسال قرار میدید و به خاطر اینکه بر اساس فقه اسلامی اون رو بالغ شمردید و وارد قانون مدنی تونم کردید، خب چه انتظاری میشه رفت؟ یعنی همون نه
زیر پا گذاشتن و لگدمال کردن حقوق کودکان در ایران منشأش از تعریف کودکی شروع میشه، چون وقتی که تعریف کودکی رو میریزن به هم، بچه رو شوهر میدن، تنبیه میکنن، طبق قوانین جزایی زندانی میکنن و شما همینجور بگیرید برید بالا. در مورد مثلا مدرسه و حق آموزش، از سال گذشته تفکیک جنسیتی کتابای درسی در ایران شروع شد. آقای شفایی اشاره کردن به سال 2030، در واقع میلینیوم گولز، یعنی هدف هزاره سوم که مترادف با تصویب مقابله 189 مقابله نامه شروع شد توسط نهادهای مختلف از جمله جنبش لغو کار کودک و گلوبال مارچ، قرار بود تا سال 2015 تمام کودکان جهان از با سواد شده باشه، یعنی هیچ بچه‌ای بدون سواد نمونده باشه، که متاسفانه این طبیعی هم هست، اجرا نشد. من حالا تو صحبت بعدی میگم چرا طبیعی هست. منتقل کردن به 2030 که تمامی کودکان جهان هم باسواد باشن و هم دارای مهارت‌هایی که بتونه به خود رشد خودشون و جامعه کمک بکنه، و یک فوکوس مشخصی هم رو کودکان دختر هست که حالا اگه بخوایم برسیم به بحث رفع تبعیض جنسیتی از کودکان دختر، تو اون زمینه من توضیح میدم چرا روز 11 اکتبر رو روز جهانی کودکان دختر مشغول به کار یا کارگران کوچک دختر اختصاص داده شد در برزیل. امیدوارم که هرچند پراکنده گویی کردم تونسته باشم اشاراتی بکنم. شما ببینید از نظر بهداشتی در روزنامه ها خونده میتونید به سایت اشاره کنید، به سایت داروگ سر بزنید، من اونجا اونا رو طبق تاریخ و تواتر نوشتم و حتما خود شما هم مطلع هستید. روش ترک اعتیاد بهزیستی برای کودکان کتک زدن و اعتراف گرفتن ازشونه در این زمینه که آیا شما معتاد هستید یا نه. اصلا هیچ گونه انتظاری از دولت جمهوری اسلامی و کل نهادهای وابسته به این دولت در زمینه کودکان وجود نداره. من همیشه گفتم که کودکان ایران فراموش شده ترین کودکان جهانن، برای اینکه ما اگه در هر جای دیگه این کره زمین علارغم وجود قوانین حمایت از کودک آزار رو به کودکان میبینیم، در کشور ایران آزار دادن کودک طبق قوانین مدنی، کار، جزایی، فقهی، قانونیست، یعنی کل اون قوانین علیه کودکان نوشته شده. ماده 1341 قانون مدنی سن ازدواج رو برای کودکان 13 سال تعیین میکنه، در حالی که ثبت احوال کشور 3 سال پیش توی سرشماری فقط در استان تهران از زیر دستشون رد شد، 30,000 مورد ازدواج بچه 8 ساله تا 10 ساله رو گزارش کردن که سر و صدای جامعه به هوا رفت و بعد مجبور شدن در روزنامه ایران بنویسن که در شرایطی که دادگاه انقلاب تشخیص داده باشه زیر 13 سال هم میشود ازدواج کرد. حالا شما، من دیگه چی بگم راجع به قوانین جمهوری اسلامی علیه کودکان؟ واقعا بند بند اون قوانین علیه کودک، تمامش نفس گرفتن از کودکانه و شرماوره. من فقط فکر میکنم که این شکل تعریف از کودک، اینکه جامعه خیلی جلوتر از قوانین در ایران یک واقعیتیه، ولی یک دو فاکتوری هم وجود داره. متاسفانه بخشی از این قوانین تبدیل شده به فرهنگ. اونجا هم که دیگه دست دولت کوتاه میشه، خود خانواده ها مستقیما این وظیفه رو ادامه میدن با محدودیت کردن کودکان، با مورد آزار جسمی و جنسی قرار دادن اونا، با ندیده گرفتن حقشون و با اجازه نه. ببینید مثلا یکی از مفاهیم کنوانسیون حقوق کودک اینه که والدین اجازه خواندن دفتر خاطرات کودک رو ندارن،
شما این رو مقایسه کنید با تمام دخالت‌های پلیسی در سرتاسر جامعه ایران توی تاریک‌ترین یا خصوصی‌ترین زوایای زندگی این فرد. اصلا فردیت وجود نداره، به خصوص برای کودکان که متاسفانه جامعه به طرز خیلی ناراحت کننده‌ای از یک فرهنگ بزرگ سالار رنج میبره. من صحبتمو اینجا کوتاه میکنم، در خدمتتون هستم. من یه مقدار احساساتی میشم وقتی که مسئله بچه ها به میومیاد، چون واقعا سالهای سال دارم با این مقوله زندگی و کار میکنم و با این بچه های آسیب دیده رو از کشورهای مختلف دیدم و واقعا برای من راحت نیست صحبت کردن از کودکان و وضعیت اسفناک امروزشون و منقلب نشدن. سپاسگزارم از توضیحات مفصل و جامعی که داشتید بانو بهار نازنین، و به احساسات شما ما احترام میذاریم و افتخار میکنیم از اینکه به این زیبایی احساس مسئولیت میکنید و در مورد مسائلی به این چنین زیبایی سخن میگید، در مورد واقعیت هایی که تلخ هست و در جامعه وجود داره و زیر پوست جامعه ایران داره به درستی نقش خودش رو ایفا میکنه. در خدمت جناب شفایی عزیز هستیم. آقای شفایی عزیز، در صحبت‌های ابتدایی خودتون فرموده بودید که کودکان آینده ساز جامعه هستند. کودک باید احساس استقلال آزادی رو داشته باشه. ولی متاسفانه با اشاراتی که در قوانین جمهوری اسلامی بانو بهار اشاره کردن، به استقلال، یعنی شاید اولین و مهمترین اصل زندگی برای یک انسان، حالا چه کودک باشه، تجاوز میشه. این ما میدونیم که دولت نقش مهمی رو در اجرای حقوق کودک در دولت میتونه، در جامعه میتونه ایفا کنه. میخوایم اشاره داشته باشید به اینکه کلا نقش دولت، برای شنوندگان بفرمایید، تا چه حد میتونه پررنگ باشه در جامعه، تا چه حد میتونه حقوق کودک رو بشناسونه در جامعه. و یه اشاره کوتاهی هم به این زمینه که اصلا الحاق مشروط ایران به کنوانسیون حقوق کودک یعنی چی؟ چرا ایران خواسته مشروط بکنه این قضیه رو؟ خواهش میکنم بفهمید. مرسی از خانم بهار، با توضیحات و نمونه هایی که مثال زدن بسیار قوی و کامل بود. تشکر از ایشون که انقدر در امر کودک فعال هستن. خوشحال میشیم که موارد دیگری هم باز در خدمتشون باشیم. من میتونم اینجوری اعلام کنم که در رابطه با خود کنوانسیونی که ایران به صورت مشروط امضا کرد، در واقع ابتدا اینو پاسخ میدم، بعد به مرور میرسیم به سوال بعدی شما. ببینید، جمهوری اسلامی اولا غافل از اینه که قوانین حقوق بشر و کنوانسیون ها چند اصل وجود داره که تغییر ناپذیره. یک، هر دولتی که هر گونه کنوانسیون یا حقوق اعلامیه جانب بشر وقتی امضا بکنه، با تغییر دولت، حتی با تغییر به صورت کودتا یا به صورت انقلاب، مجبور به پذیرش همون قراردادی است که امضا شده و انجام داده. من به عنوان مثال میخوام بگم اون مشروط بودنی که اعلام کرده مشروط نمیتونه باشه، برای اینکه در خود اعلامیه جهانی حقوق بشر مواردی رو امضا کرده که ماده 25 در اون هستش. در ماده 25 دقیقاً اعلام کرده که کودکان حق دارن از کمک و مراقبت مخصوص بهره مند بشن، چه این کودکان بر اساس ازدواج یا بدون ازدواج به دنیا آمده باشن. از حق و از حق و حقوق اجتماعی باید برخوردار باشن، که متأسفانه جمهوری اسلامی این گونه کودکان رو اصلا فراموش میکنه، به دلیل اینکه در جامعه ما جامعه پدرتباری است و این بخش رو گذاشته کنار و به این کودکان شناسنامه نمیده و این کودکان در واقع به نوعی احساس سرباری در جامعه رو خواهند کرد. در حق شناسنامه ندارن، مدرسه و از فضاهای دیگر نمیتونن استفاده کنن. این یه مطلبه. باز دوباره میخوام تکرار کنم که در سال 1966 که کنوانسیون حقوق اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وقتی امضا شد، در رابطه با مسئله کودک به خوبی در اون صحبت شده و در واقع
بخشی از این حقوق به اصطلاح کنوانسیون کودکی که الان در سال 89 امضا شده در سال 66 در واقع راجع به صحبت شده و یک سری حقوق کودک در اونجا مطرح شده و از جمله عدم اعدام کودک، از جمله سن کودکی، اینها در اونجا اعلام شده و اینها رو ایران پذیرفته، در سال 1354 امضا کرده، پذیرفته و در مجلس اون وقت مرتعید قرار گرفته و لذا جمهوری اسلامی نمیتونه از اون تخطی بکنه. اما در رابطه با امضایی که به عنوان مشروط انجام داده، این اجازه مشروط رو برای گرفتن امضا، آشنا کردن اندیشه ها، معمولا خود در موقع قراردادها این اجازه مشروط رو میدهند. مبنا بر اینه که وقتی این اجازه مشروط رو میدن که این گروه یا این دولت یا هر دولتی در واقع، نه فقط ایران، میتونه بیاد و وارد این قضیه بشه و آشنا بشن. چون وقتی امضا میکنن وظیفه داره اون دولت کلیه اون کنوانسیون رو به صورت رایگان منتشر کنه و در اختیار عموم قرار بده. مهم آشنایی ذهن هاست و اندیشه هاست که این کنوانسیون ها رو آشنا بشن و این حقوق رو آشنا بشن. حالا دولت مشروط میذاره یا مشروط نمیذاره اون بحث جداست و من اصلا پافشاری رو این قضیه نمی کنم. برای من مهم این هستش که این پخش بشه. اما متاسفانه دولت جمهوری اسلامی هیچگاه، حتی اعلامیه جامعه حقوق بشر که بنزه 3 صفحه هست، حتی هیچ گونه از کنوانسیون ها رو تا این لحظه چاپ عموم نکرده و در اختیار عموم قرار نداده، حتی در مدارس هم تدریس نشده. من آقای پوینده که کتاب این جعفر پوینده به هر حال یادش گرامی است، همیشه کتابی نوشت در 100 صفحه به نام حقوق بشر به زبان ساده که متاسفانه بعد از 2 ماه بعد از چاپ متأسفانه مسله کردن، کشتنشون و جزء قتل‌های زنجیره‌ای در واقع اسمشون هست. من اینا رو به عنوان مقدمه گفتم که دوستان آشنا بشن که دولت جمهوری اسلامی و حتی دولت پهلوی که بحث حقوق بشر رو امضا کرده و یه سری از کنوانسیون امضا کرده، هیچگاه احترام نذاشتن و بر اساس قراردادها بین‌المللی اینها رو باید برای عموم ارائه بدن ندادن. ولی امیدواریم که از طریق دوستانی مثل خانم بها یا خود جناب عالی یا فعالان دیگر حقوق بشر این بخش منتشر بشه. من مطلب دیگه‌ای که می‌خواستم مطرح بکنم در رابطه با حقوق کودک در ایران، یک معضلی در جامعه هست که حقوق کودک در ایران اصلا تعریف معینی نداره و شما میتونید ببینید که مثلا وقتی اسم حقوق کودک میاد باید ببینید در کجا میخواید راجع به حقوق کودک صحبت کنید. مثلا بر اساس تعهدات بین‌المللی یا همین کنوانسیون ها میگن زیر 18 سال، یعنی قبل از اتمام 18 سال کودک تلقی میشه. این به اصطلاح قوانین به اصطلاح بین‌المللی است که امضا میکنن. از نظر قانون کار در کشور ما که کودک به فردی میگن که زیر 15 سال داشته باشه و بالا زیر 15 سال رو حق نداره کارفرما به استخدام بیاره. پس یه سن کودکی در قانون کار داریم و عرض کنم که از نظر استخدام کشوری، یعنی وقتی دولت میخواد به اصطلاح نیروی کار استخدام کنه، سن باز به 18 سال برمیگرده و مطلب بعدی باز که مثلا میخوایم ببینیم در جامعه چجوری از نگاه مذهب یا فقه یا شرع نگاه بکنیم، دخترها زیر 9 سال و پسران زیر سن 14 سال قرار گرفتن که البته به نوعی اعلام کردن 13 سال و 15 سال، ولی از نظر فقهی هنوز این سنها سن رسمی کودکان تلقی میشن. ولی از نظر سیاسی هم ما دیدیم که بارها و بارها دولت جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه میزان آرایش رو بالا ببره سن رأی دادن رو به 16 سال رسونده و اینم یه مورده. باز از نظر تامین اجتماعی اگه نگاه بکنیم میبینیم که در مورد خدمات بیمه درمانی در خانواده سن دختر تا زمان 25 سالگی از خدمات درمانی خانواده میتونه استفاده کنه و پسر تا 18 سال. و
اینم باز یه نوع موزل هستش. باز ما هنوز میبینیم که وقتی میخوان آمار بگیرن در کشور، افراد زیر ده سال رو جز آمار کار نمیارن، ولی کودکان 10 سال به بالا رو جز آمار کار میارن. و این در واقع یک موزلیه که ما میبینیم که اصلا تکلیف کودک با خودش روشن نیست. یعنی کودک نمیدونه در چه شرایطی بایستی مورد نظر قرار بگیره. کمان که داریم میبینیم که کودکان رو در به قول خانم بهارم فرمودن که در 9 سالگی 10 سالگی به زندان میبرن، جوانها رو در 14-15 سالگی به زندان میبرن و این مواردیه که در واقع ما متوجه هستیم و عملا اینها رو میبینیم. و غیر از اینها ما در جامعهمون میبینیم که موارد بسیاری در رابطه با وضعیت کودک و تعریف کودکی، ما باز میبینیم که از کودکان چه سوء استفاده های میشه، مثل در بحث نظامی هستش که به نام بسیج بوده، الان به صورت راهیان نور، و بعد دیگه عرض کنم که راجع به نجات حرمین و به سوریه میبرن و به این صورت هستش. من فکر میکنم که یه توضیحاتی در رابطه با این قضیه دادم که این کنوانسیون هنوز در ایران نتونسته جاری بشه به دلیل اینکه هنوز دولت مردان نتونستن یک نظمی برای حقوق کودک قائل بشن. دلیلشو من اینجوری میتونم فرض کنم که اونها هیچگاه نگاه به وضعیت کودک و کودکی به عنوان یک کودکی که سازنده و مستقل و حتی آزاد باشه ندارن و اونها خواهان کودکی هستند که مطیع باشه، همونطور که به صلاح در فقه اسلامی هستش که باید تقلید بکنن، بایستی مطیع باشن، بایستی به یک سری عواملی که فرا انسانی یا فرا زمینی است باید معتقد باشن و اعتقادهای این چنینی رو باید بپذیرن که اینها رو عملا در کتابهای درسی، در تاریخ، در انواع اقسام کتابهایی که تدریس میشه، صحبت میشه، گنجونده میشه. به قول ایشون هم که الان کتاب ها تفکیک شده، در کتاب های دختران نام دختران، در کتاب پسران نام پسران استفاده میشه و مثال ها چنینه. یعنی اصلا همه این بافت رو به هم زدن به خاطر اینکه بتونن کودکان رو بدون اندیشه، بدون اجازه به آزادی بیان اندیشه شون رشد بدن و بتونن به مرور زمان برای خودشون مثلا قدرتشون رو نگهداری کنن و رو به جلو بتونن برن. به همین دلیل دولت مردان در ایران هنوز که هنوز قدمی در جهت رشد کودک، در جهت احترام به حقوق کودک و اصلا دلیلی برای این کار ندارن، چون دلایل خودشون برای پابرجای خودشون بیش از این حرف هست. سپاسگزاریم از توضیحات مفصل شما جناب شفای عزیز. بانو بهار، با توجه به توضیحاتی که جناب شفایی دادن در خصوص عدم اجرای این نقش مهمی که باید دولت اجرا کنه، ولی دولت جمهوری اسلامی ایران متاسفانه زیر بار این قضیه نمیره. ما حدوداً 13 ماده از 54 ماده کنوانسیون حقوق کودک، همونطور که شما استفسار دارید، به صورت مستقیم به وظایف و مسئولیت‌های دولت‌ها در قبال کودکان می‌پردازه. اما بیایم این ور قضیه را هم یه نگاهی داشته باشیم. به نظر شما خانواده‌ها چه نقشی دارند؟ والدین چه نقشی داره؟ آیا نهادهایی وجود دارند که بتونن این کمبود رو، این نقشی رو که دولت نمیتونه اجرا کنه یا نمیخواد اجرا کنه رو بر عهده بگیره؟ و کودکان همونطور که میدونیم به هر حال یک انسان هستن، این حق رو داشته باشن که از حقوق خودشون آگاه بشن؟ خواهش میکنم بفهمید. خب ممنون از شما، ممنون از آقای شفایی که توضیحات خیلی خوبی دادن. بله، یاده، اجازه بدید من فقط دو تا نکته رو تو پرانتز خدمتتون عرض کنم. یکی اینکه یاد محمد جعفر پوینده همیشه گرامیست، به خصوص برای ترجمه اون کتاب اگر یک فرزند دختر دارید، که اینم یکی از دلایل نابود کردن این عزیز بود توسط این جنایتکارا. خیلی صمیمانه میتونم اینو خدمت رو ارز کنم. یکی در مورد کنوانسیون های تطبیقی. ببینید
وقتی که دولت‌ها یک کنوانسیونی رو به رسمیت می‌شناسن، موظفن که توی قوانین مملکتیشون اون رو بگنجونن. نه اینکه فقط دو بخش داره هر مرحله کنوانسیونی. وقتی که امضا میشه که دولت جمهوری اسلامی 1995 کنوانسیون حقوق کودک رو امضا کرد، به معنی جای دادن این قوانین در قوانین جاری مملکت هست. منتها مشکل از دو جاست، یعنی خود این نهادهای بین المللی، خود سازمان ملل با تعریف کالچر ریلاتیویسم یا همون نسبیت فرهنگی، همون مترسک نسبیت فرهنگی، و با توجیه کردن اینه که ما حد اقلها رو میخواییم اینا بپذیرن، دست این دولت‌ها رو باز می‌کنه که بر اساس شرایط خودشون، در اینجا بخوانید قوانین اسلامی به روایت جمهوری اسلامی، تصویب بکنن. به همین دلیل ما می‌بینیم که کنوانسیون تطبیقی حقوق کودک در ایران تخطی کامل داره از کل مفاد کنوانسیون حقوق کودک. در برابر هر بند اون یک قانون اسلامی گذاشته، ماده مدنی 1210، سن بلوغ برای کودکان دختر 9 سال، پسران 14 سال، که حالا شمسی قمریش میشه 8 سال و 9 سال و 15 سال، بله، و میره تا آخر. این در واقع، و ما این انتقاد رو در سازمان جهانی کار مطرح کردیم، اونا اول خیلی برافروخته شدن که نه خیر، ما اصلا به خاطر نسبیت فرهنگی این کارو نکردیم، بلکه میخواستیم حداقل‌هایی رعایت بشه، ولی نهایتا حرف ما رو پذیرفتن که مماشات میکنن، البته نه رسمی، به طور ضمنی قطعا. بنابراین در مورد مثلا قانون کار، جمهوری اسلامی مقابل نامه 182 مبنی بر ممنوعیت کار کودکان تا 15 سال، این یه چیز بین المللیه، ولی این 15 سال کدوم کاره؟ کار سفید، کاری که طبق تعریف این مقابل نامه به جسم و روح کودک آزار نرسونه، مانع از تحصیلش نشه. منتها جمهوری اسلامی کار تمام وقت، ببینید سال 2006 معاون وزیر کار ایران اعلام کرد که از این به بعد باید کار کودکان در 23 مورد ممنوع اعلام بشه، از جمله سالامبورسازی، سنگ شکنی، کار در معادن، کار با برق فشار قوی، جاده سازی، روده پاک کنی و و و و قالی بافی هم که خب میدونید کشور ایران هنوزم به تنهایی 35% کل فرش جهان رو صادر میکنه، و ببینید که سهم کودکان تو این فرشا چی هست. بنابراین یعنی به طور ضمنی اذعان کردن که در همه این 23 موارد، حالا تازه من کورهای شیشه پزی و خشتنی و آجر سازی و وز کردن واکی تاکی ها و سبزی خوشکری و سری دوزی ها و اینا رو که تو خونه ها توسط زنان و دختر بچه ها صورت میگیره رو ازش میگذرم، اما جمهوری اسلامی تو این زمینه، ببینید طبق ماده 84 قانون کار جمهوری اسلامی، کار کودکان زیر 15 سال ممنوعه، درست این مقابل نامه 182، اما در تبصره های 179 و 168 میگن کارگاه های خانوادگی، کارگاه های کوچک، که کارهایی که با اجازه ابوین شرکت کودک در آن بلا مانع بیان شده باشه معافن. خب پس دیگه پیدا کنید نام و نام خانوادگی پرتقال فروش را. 95% بچه ها توی تمام این زمینه ها اتفاقا تو کارگاه های کوچیک کار میکنن، اتفاقا با اجازه باباشون. طرح استاد شاگردی که دیگه بردگی اوریان کودکان کار در ایرانه، حتی دستمزد هم بهشون تعلق نمیگیره و مورد خشونت‌های بسیاری قرار میگیرن. متاسفانه به قول سوئدی ها سکون کلمر، یعنی این پاشنه کپسه لق میزنه تو تمام این مسائل. خب این که حالا باستاب فرهنگی، این وقتی یه جامعه تغذیه نمیشه،
وقتی حق تشکل وجود نداره، وقتی که فعالین حقوق کودک رو از آتنا گرفته تا شیوا نظر آهاری زندانی میکنن، وقتی که جلوی کار عمو خیاط رو که داره رایگان به بچه ها سواد آموزی میگیرن، وقتی که پاسگاه نعمت آباد رو تعطیل میکنن، وقتی که اجازه تحصیل به کودک مهاجر افغان نمیدن، وقتی که هیچ نهاد مردمی که جنبشی عمل میکنه و بخواد آگاهی به جامعه برس آزاد نمیذارن و خودشون تشکیلات تقلبی مقابلش رو درست میکنن، کمیته ضد خشونت برای کودکان درست میکنن ولی خودشون آفتابه گردن جوانای مردم تو ایران میندازن، آدم چه انتظاری داره که فرهنگ جامعه به خصوص قشرهای پایینتر که دسترسی به سوادم نداره. به تو یکی از مفاتی که تو جنبش لغو کار کودک ما گفتیم، یکی از بزرگترین ضربه هایی که کار کودک به کل جامعه میزنه اینه که بیسوادی رو تداوم میبخشه، بیسوادی و بیفرهنگی رو به کل طبقه کارگر تحمیل میکنه. برای اینکه بچه ای که از کار کنه یعنی تحصیل نمیکنه، یعنی آموزش نمیگیره و این دور تسلسل شوربختی است تا نهایت. درست همین مسئله در جامعه ایران به وجود اومده. یه جاهایی که تو سلب آزادی از دختران، خانواده ها دایه دلسوزتر از مادر میشن برای اینکه بچه‌شون رو تو کوچه اذیت نکنن و این فشار بسیار زیادی رو به دختران تو خانواده ها وارد کرده. یه جاهایی هم طبق همون قوانین وفت میدن خودشون رو. ببین مثلا تو جامعه‌ای که من زندگی میکنم، اگر حتی یه همسایه گزارش بده که یه کودک کتک میخوره 6 ماه زندانی داره. قوانین به خودی خود لزوماً اجرا نمیشن و توسط جامعه به کار گرفته نمیشن، ولی بیانگر ارزش‌های یک جامعه هستن. وقتی در یه جامعه حق تأدیب رو به والدین تا مرگ داده میشه، معلومه که ما به ازای عملش تأثیر فرهنگی و روانی رو خانواده ها اینه که میزان خشونت در خانواده ها آنچنان میره بالا که ما مرتب شاهد بچه های فراری هستیم. دیگه فقط دخترای جوون نیستن، کوچولوهای فراری از خانواده ما تو ایران داریم. اصلا به نفس و ذات کودکی تو ایران توسط اون قوانین تجاوز شده، حرمت کودک از بین رفته. کودک دیگه تو جامعه ایران اون عکس خوشگل پشت قوطی شیرگیگوز نیست که دل همه رو آب کنه. موجودی رنجور، نحیف، سرفکنده، تو سری خورده است که از گرده های کوچولوش کار میکشن، ساق گلش رو میشکنه و هزار بلا سرش میارن. متاسفانه اینجوریه و این فرهنگ به خانواده هم سرایت کرده. مشکل یکی دوتا نیست. دلیل اولش هم اینه که خود دولت که نه تنها کار آگاهگری نمی، نگاه کنید به این برنامه های خندوانه، به سریال هایی که ساخته میشه و گویا بعضی هم به به و چه چه میکنن، ببینید چی دارن به بچه ها آموزش میدن. این که دولتشه. خانواده ها هم که ماشین لباسشویی بخرن حتما کاتالوگشو میخرن. بچه دار میشن یک کتابم نمیخونن ببینن با این طفل چجوری باید برخورد بکنه. متاسفانه تا زمانی که حق آزادی تشکل و امنیت جان، همینطوری که تبصره اول مقابل نامه 182 سازمان جهانی کار، مسئولیت قانونی، سیاسی، اجتماعی کلیه فعالین و تلاشگران حقوق کودک در ایران، هیچ فعال جدی حقیقی صادق حقوق کودک تضمین جانی نداره، امنیت نداره. به بهانه های مختلف زیر سوالشون میبرن. برای اینکه آقای شفایی اشاره بسیار درست و بسیار به جایی کردن، من ازشون متشکرم. این دولت تا مفرق تا خرخره ایدئولوژیک داره شهید پروری میکنه، شهید بزرگ میکنه، میخواد تفکر آزاد از بچه ها بگیره. نگاه کنید به نشریاتی که برای کودکان، مثلا برای کودکان تو ایران منتشر میشه، انیمیشن های عملیات انتحاری،
خب آدم چی بگه؟ واقعا تا زمانی که اجازه فعالیت آزادانه فعالین و تلاشگران داده نشه، تا زمانی که NGOها واقعا نان گاورمنت ارگانیزیشن نشن، نمیتونیم شاهد پا گرفتن فرهنگ قوی تو این زمینه باشیم. ولی خوشبختانه، حالا اگه همش هم آیه یس نخونیم، هم به یمن وجود چنین عزیزانی در جامعه ایران، هم به خاطر حاد شدن مسئله کودکان، الان یه چیزی که دیگه پیش چشم انظار عمومی هست، مردم دارن میبینن چه سختی هایی بچه ها تو گوشه کنار خیابون میکشن، یک نیروی اجتماعی، یعنی مسئله کودکان در ایران الان دیگه به سطح جامعه کشیده شده و هر کسی هم به فراخور حال خودش سعی کرده یه پاسخی به این موضوع بده. به خود نفس این مطلب که اصلا اسم کودک، مقوله کودک توی بحثات، تو کنفرانس‌ها، توی فعالیت‌ها بیان میشه رو باید ممنون، من که سر تعظیم فرود میارم برای همکاران عزیزی که داخل کشور با اون همه سختی و مشقت خیلی نقش زیادی داشتن تو به وجود آوردن این فرهنگ، هرچند که کوچیک، هرچند که هنوز کرم شبتاب، ولی واقعا نورش خیره کننده است و برده این بحث رو تو سطح جامعه، مقوله کودک رو. ما حتی 10 سال پیش چنین چیزی رو نداشتیم، 12 سال پیش چنین چیزی تو خارج کشور به مراتب کمتره، یعنی خانواده های ایرانی فعالین سیاسی خارج کشور به مراتب مسئله، چون دقیقی نیستن، این یه دلیل جغرافی مکانی معینی، ولی به لحاظ سیاسی هم هنوز تو دستور کار سیاسی نهادها و سازمانهای سیاسی در خارج کشور قرار نگرفته، چون متاسفانه حزب سالاری و بزرگ سالاری و عدیده بودن مسائل سیاسی دیگه باعث شده که اینجا هم یه مقدار به کودکان کم لطفی بشه. من ببخشید اگه صحبتم طولانی شد، از شما تشکر میکنم برای امکان این میگرد از آشنایی با آقای شفایی، خیلی خوشحالم، امیدوارم که بتونیم این تماس رو از طریق شما حفظ کنیم و شاید ما هم یه گوشه کوچولوی کار رو برای همکارامون در ایران، اونایی که جانانه دارن برای مسائل کودکان تلاش میکنن و همینطور برای اون بچه های نازنین انجام بدیم. متشکرم. میکروفون رها. سپاسگزارم از توضیحات شما بانو بهار عزیز. بدون شک همینطور هست، چون ما هم وظیفمون حتی شده گوشه اندک آگاهی رسانی هستش، منتها الان مخاطبانمون کودکانی هستند که از حقوق خودشون حتی اطلاع ندارن، حتی نمیدونن که حق بازی دارند و بازی ازشون گرفته میشه، حق شادی دارند و شادی ازشون گرفته میشه. در خدمت جناب شفایی عزیز هستیم. جناب شفایی، آیا، البته در مورد دولت ایران و نقش اون کاملا شما توضیح دادید، ولی میخوام بدونم با توجه به اینکه ما 4 ژوئن رو پشت سر گذاشتیم، روز جهانی مقابله با خشونت علیه کودکان بود، کودکانی که در حال حاضر آمارشون بسیار بالاست در ایران، مورد خشونت‌های متفاوتی قرار می‌گیرن، از جمله تجاوز، حتی کار بی‌رحمانه، تنبیه از طرف والدین و اینکه حتی یک سرپناه درستی ندارند از طرف غریبه یا آشنا. آیا مرجع قانونی، مرکز اطلاع رسانی یا مکان امنی برای این کودکان وجود داره که حداقل بتونن به اونجا مراجعه کنن؟ مرجعی وجود داره که این کودکان رو جمع کنه؟ خواهش میکنم بفرمید. مرسی از شما، مرسی خانم بهار، تشکر از کلی اطلاعات خوب در رابطه با کودکان. خواهش میکنم. من عرض کنم که در رابطه با این سوالتون، من اخیراً شنیدم که یک گروهی هستن در ایران که یک شماره تلفن، یک NGO هستش که یک شماره تلفن 123 گذاشتن برای کسانی که کودکانی که مشکل دارن، و اینو با گویا با پلیس هماهنگ کردن که اگر یک کودکی شماره 123 رو بگیره، به
بلافاصله ردیابی میشه و این گروه به اضافه پلیس وارد اونجا میشن که جلوی این خشونت رو بگیرن. من شنیدم و حتی شنیدم پوستری هم درست کردن و هنوز به دست من نرسیده و امیدوارم که تا چند روز آینده به من برسه این قضیه و امیدوارم که این قضیه صحت داشته باشه. در رابطه با مسئله‌ای که در واقع مطرح شد که ابراز امیدواری شده برای NGO ها که بتونن فعال بشن، این فوق‌العاده است و این حرکت رو ما در جامعهمون هم می‌بینیم که گروه‌های مختلف به اشکال مختلف در جهت کمک به بخش‌های عظیمی که تحت گرفتاری و کمبودها هستن با کمک همین NGO های کوچیک کوچیک جمع‌آوری شدن در واقع راهیابی می‌کنن. اما میزان این NGO ها به دلیل وسعت سرکوب و وسعت خشونت طلبی دولت ناچیزه و بخش عظیمی از جامعه از ترس حاضر نیستن حتی اطلاعات اولیه ایجاد یک NGO رو حتی فکر بکنن، حتی درش نگران هستن که دستگیر بشن، سرکوب بشن و مسائل این چنینی. و من فکر میکنم که تلاش باید بشه در جهت آگاه کردن تک تک افراد در جامعه که ما بتونیم با این آگاه کردن در واقع بتونیم وادار کنیم دوستان با آشنایی و آگاهی رو به این NGO ها رو به حرکت هایی برن که بتونه به مرور اثرگذار بشه در تصمیم گیری ها و در کارهایی که انجام میشه. یکی از این آگاهی رسانی ها همین سعی در انتشار کنوانسیون حقوق کودکه، سعی در انتشار عرض کنم که اعلامیه جهانی حقوق بشر، البته همین کاری که کانون انجام داده در رابطه با کلیپ های مختلف که از ماده یک شروع کرده بتونه این ماده ها رو دونه دونه به منفرد پخش بکنه در سطح جامعه، دوستان آگاه بشن. در رابطه با مسئله کودک هم همینطور. من یه مطلب دو مطلب دیگه میخواستم اضافه کنم. یکی این که در رابطه با بحث خشونت ما متاسفانه میبینیم که خود دولت وادار میکنه که خشونت در جامعه گسترش پیدا کنه. یکی از مواردی که میبینید بحث اعدام هستش. در جامعه ما اعدام به وضوح وجود داره، میبینیم اکثر اینا رو هم حتی به صورت حضوری و میارن در ملأ عام و اونجا اعدام میکنن و متاسفانه خانواده ها که رکن اصلی تربیت کودک هست به اتفاق کودکان میان برای تماشا و در بعضی جاها دیده شده در حین اینکه عکس میگیرن سر و دست میشکنن بالا پایین میپرن و موقعی که اون بنده خدا در آسمون به صدا تلاش میکنه برای یه نفس بیشتر هورا میکشن و تشویق میکنن و اون کودکی که با اون شعور کودکی خودش اونجا وقتی با اون عاطفه کودکیش نگاه میکنه چیزی جز آشنا شدن به مرگ و جان دادن و نزدیک شدن به مرگ چیز دیگری رو نمیبینه و این اون چیزیست که باید تلاش کرد که اولا جلوی این گونه اعدام ها گرفته بشه و تلاش بشه اعدامی وجود نداشته باشه که یه بخشی از خشونت از جامعه بره کنار. چون وقتی کسی ازش کشته میشه دنبال قصاص و اعدام کردن هست، یعنی هنوز جامعه در تلاش خودزیست. خب این طبیعتا به کودک ها میرسه. فیلم های مختلف ساخته شده راجع به این قضیه و من در واقع خوشحال میشم که روی این قضایا هم باز آگاهی رسانی بشه و کار بشه. من در کل میتونم اینجوری نتیجه بگیرم که ما زمانی میتونیم کودک رو به حق و حقوقش آشنا کنیم که آگاهی رسانی کنیم، آگاهی رسانی عمومی بکنیم و در واقع من در وضعیت فعلی که جامعه ما، ایران ما در واقع باسط به کودک داره، ضمن اینکه فرهنگمون رو گناهکار میدونم، جامعهمون رو میدونم، قوانینمون رو باور ندارم که قوانین سالمی است، دولتمون رو میدونم که دولت سالمی نیست که مثال زده شده، هم من مثال زدم هم خانم بهار. خود خانواده یکی از مسائل عمده است که ترکیبی از این آموزه ها بوده که خودش در واقع اینا رو یاد گرفته، با اون فرهنگ، با اون تربیت، با اون شکل بزرگ شده و طبیعتاً وادار میشه که خودش همینا رو منتقل کنه به کودکان خودش.
و حتی ما میتونیم بگیم سیستم اقتصادیمون، سیستم اجتماعیمون هم در واقع باعث ضایع شدن حقوق کودک و از بین رفتن حقوق این کودکان هستش. این موارد رو من عنوان کردم که اگر قرار آگاهی رسانی بشه، تلاشی بشه، من معتقدم که باید آگاهی رو از خانواده شروع کرد که این خانواده تبدیل به جامعه بشه، یعنی جامعه ما ترکیبی از افراد خانواده است که تبدیل میشه به همون NGO ها و بتونیم یواش یواش اون فرهنگ رو تغییر بدیم و ارزش و اعتبار کودکان رو ما در جامعه اون داشته باشیم. من فکر میکنم که حتما در رابطه با مسئله کودک آزاری، شکنجه کودکان یا سرکوبی که کودکان در مدارس در خونه ها میشن حتما بایستی روش اعتراض بشه، یادآوری بشه، گفته بشه، زیرا اگر اینها بازخونی و بازگفتاری نشه به فراموشی سپرده میشه. در رابطه با مسئله همین به اصطلاح آسیبی که در مدارس به کودکان زدن به عنوان تنبیه بدنی که در مدارس شده، همکارای ما در کمیته کودک مدام دارن اطلاعیه میدن و آمار در میارن و روی این قضیه کار میکنن و این باید مدام منتشر بشه، به فراموشی خورده نشه. اگر ده روز یا یک ماه میبینیم معلمی، ناظمی، مدیری کودکی رو نمیزنه، فراموش کنیم بذاریم کنار. ما باید مدام 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 و مستمر اینو یادآوری کنیم که این اتفاق در جامعه ما هست، تا هم معلمی که البته اون معلمین هم من مقصر نمیدونم، اونا هم حاصل یک جامعه خشن، حاصل یک آموزش های خشنی هستن که خود فرهنگی که الان در جامعه و قدرتی که دولت داره و علاقمند به این خشونت هاست آموزش میده. من برای اینکه در واقع صحبت هامو تموم کرده باشم، فکر میکنم که کودکانی که الان وجود دارند، امروز هستند، نیاز به رفاه دارند تا فردا بتونن یک شهروند سالمی باشن و مجرم خطاب نشن. من فکر میکنم که کودکای امروز بایستی آرامش و نشاط داشته باشن تا در آینده جامعه‌ای عرض کنم افسرده و سرکوب شده نبینیم. من فکر میکنم که کودکان امروز حتما باید آزادی و مردم سالاری رو حس بکنن، درک بکنن، تا فردا تروریست شناخته نشن، تا فردا به عنوان آشوبگر شناخته نشن و کسانی باشن که خواهان مثلا حقوق فردیشون در جامعه باشن. من فکر میکنم که کودکان امروز نیاز دارند به آگاهی در رابطه با برابری و آشنا بشن با برابری و بدونن که تبعیض وجود نداره و رشد بکنن و به طوری که اندیشه‌شون رو بتونن بیان بکنن که در آینده گرفتار مسائل تبعیض از نظر خودشون، یعنی خود اون جوان یا اون کودک در آینده تبدیل به یک کسی نشه که تبعیض رو خواهان باشه و خودش جامعه رو چند درجه تغییر بده و خودش بتونه تضادهای قومی، دینی ایجاد بکنه و اینها از بین بره. وقتی که به برابری و عدم تبعیض باور داشته باشه عملا به اونجا برسه. و من فکر میکنم که این تلاش رو از خانم بهار هم تشکر میکنم، با ارگانی که دارن، از همکارای خودمون در کانون در کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان تشکر میکنم که دارن به خوبی زحمت میکشن و کار میکنن و آرزو دارم هزاران هزار از این مجموعه ها ولو کوچک، ولو ده نفره، ولو پنج نفره، ولو دو نفره در واقع حرکتی بکنن تا بتونیم این آگاهی رو به جامعهمون بدیم که بتونیم جامعهمون رو در واقع در یک مقطعی در رشد ببینیم، جامعهمون رو در آزادی و استقلال و نشاط ببینیم. من فکر میکنم که تونسته باشم مقداری صحبت کرده باشم، ولی اگه با سوالی باشه هم خانم بهار اگر لطف کنن سوالی داشته باشن یا شما خانم مرادی عزیز، من در خدمتتون هستم.
سپاس از توضیحات کامل شما جناب شفای گرامی و توصیه‌هایی که فرمودید بسیار به جا و شایسته بود. به لحظات پایانی برنامه‌مون نزدیک میشیم. بار دیگر در خدمت بانو بهار هستیم و می‌خوایم در مورد راهکار برای این مسئله بیانیشیم. بانو بهار نازنین، مایل هستیم که صحبت‌های پایانی شما رو اختصاص بدید به اینکه چه راهکارهایی البته میتونیم برای این قضیه داشته باشیم. به تعدادی رو جناب شفای عزیز اشاره فرمودن و مایلیم که صحبت‌های پایانی شما رو هم شنوا باشیم. خواهش میکنم بفرمایید. معذرت میخوام، من از آقای شفای تشکر میکنم، با بخش بسیاری از نکات ایشون کاملا موافقم و باعث خوشحالیه که الان میشنوم که حقوق بشر هم کمیته کودکان داره. من یادمه در سال 1997 به امنستی دعوت شدیم با احسان الله خان، بنیانگذار جبهه رهایی بخش کودکان از کار بردگی، و اولین کمیته حرکت علیه کار کودک رو در امنستی انگلیس تشکیل داده شد. این یکی از آرزوهای ما بوده که نهادهایی که علل عموم برای حقوق زنان، حقوق بشر، زندانیان، هر کسی دیگه کار میکنن، توجه خاصی رو معطوف کنن به کودکان. نکته دوم خیلی مهم صحبت ایشون، انتشار ادبیات برای و درباره کودکان هست. همینطوری که نشریه داربک که من سردبیری، افتخار سردبیریشو دارم، از اول خودش رو تعریف کرد، ما نشریه درباره و برای کودکانیم. تو بخش دربارش که همین مسائل حقوقیه و برای واقعا کودکان ما، به ادبیات غنی خالی از خرافه و ترس و وحشت نیاز داره. تشویق کردن دوستان مختلف برای قلم زدن تو این زمینه ها، ترجمه کتاب های بسیار قشنگی وجود داره، میشه برای کودکان ترجمه کرد، و قطعا یک هماهنگی و همکاری صمیمانه بیشتری بین کلیه تلاشگران عرصه دفاع از حق کودکی و لغو کار کودک به هر تعریفی با هر شکلی که خودشون رو بیان میکنن یه ضرورت امروز. چون واقعا اگه جامعه ایران بیماره، بیماریش به خاطر کودکان بیپناهشه، و این یه ضرورت بسیار بسیار مهمیه که از هر سری، از هر منظری به قضیه نگاه کنید، دیگه وقتشه که مقوله کودکان تو اولویت کار همه ماها قرار بگیره. من به شخصه برای همه شما عزیزان آرزوی موفقیت تو کار بسیار خوبی که انجام میدید دارم، و امیدوارم که بتونیم از کمک همدیگه هم بهره مند بشیم. تقویت فعالین تو زمینه کودکان در داخل کشور، توی مراجع بین المللی ازشون دفاع کردن با استناد به قانون مصونیت اجتماعی، امنیتی، سیاسی فعالین حقوق کودک که بشه دست اونا رو باز گذاشت، یکی از ضروری ترین، عاجل ترین و ممکن ترین کارهاییست که ماها میتونیم حداقل در خارج کشور بکنیم. ما هممون باید زبان و سخنگوی هم کودکان ایران به عنوان فراموش شده ترین کودکان جهان، و هم عزیزانی که تو این عرصه برای کودکان در داخل کشور فعالیت میکنن باشیم. روزتون خوش، از آشنایی با تک تک شما خیلی خوشحالم، و همینطور تشکر از آقای شفایی و سایر دوستانی که زحمت کشیدن و این برنامه رو سازمان دادن و این امکان رو به وجود آوردن که ما هم صحبت کنیم تو این زمینه. متشکرم از شما. ما هم بسیار خوشحال هستیم که شما بانوی عزیز رو امروز در کنار خودمون داشتیم. از حضور و همراهی شما بسیار لذت بردیم و از آگاهی ها و تجربیات شما بسیار مستفید شدیم. و همچنین جناب شفای گرانقدر، جناب شفای اگر مایل باشید صحبت‌های پایانی یا مکملی هستش که برای بخش پایانی داشته باشید خوشحال میشیم بشنویم. خواهش میکنم بفرمایید. من موضوع خاصی در واقع که به نظرم صحبت نتونستیم بکنیم راجع بهش، راجع به کودکان بی‌هویت هستش،
که صحبت نتونستیم بکنیم، یه کوتاه فقط من گذرا گفتم، کودکان بی‌هویت به دلیل اینکه ما عملاً کشورمون کشوری که بر اساس گزینه‌های دینیش پدر تباری است، اگر فرزندی مثلا نام پدر نداشته باشه امکان ادامه حیات به سلامتی رو نخواهد داشت. یکیش در واقع که این مسئله دینی ماست که همون هویت رو به پدر میده و پدر هستش که در واقع تعیین کننده ارزش اون کودک هست. و مسئله دوم مسئله عوامل حقوقیه که کاملا در قانون بی توجه هستن نسبت به این قضیه و اصلا نگاهی نسبت به کودکان خارج از ازدواج توجهی نداره و اصلا قانون خاصی در رابطه باش گفته نشده، یعنی رسیدگی نشده و کاملا قانونگذار از این قضیه تفره رفته. مسائل اجتماعی هستش که میبینیم که در مسائل اجتماعی هم میبینیم که اصلا به مسائل خود کودکان بیتوجهی میشه و اصلا هویت کودک همیشه زیر سوال میبرن و کودکانی که در واقع بدون سرپرست هستن یا سرپرست پدر در واقع ندارن همیشه دوچار حادثه هستن و در جامعه به عنوان یک بخش دیگر به عنوان ولد زنا یا زنازاده مطرح میشن و حتی مسائل دیگری مثل کودکانی که حاصل ازدواج هستند ولی از پدر مثلا با یک ملیت دیگر، به خصوص افغانی ها، به خصوص عراقی ها که در ایران زیاد هستند، اینها حتی هویت ندارن. من دو سه سال اخیر فقط شنیدم که اجازه دادن به مدرسه برن، نشناسنامه اونم با یک برگه نامی به مدرسه بتونن برن و عملا بیش از 40-50 هزار خانوار در واقع به این سبک وجود دارن که میتونه حاصل کودکانشون بالای 100 هزار نفر باشه. و از همه مهمتر مسائل سیاسیه که اصلا خود دولت اصلا توجهی نمیکنه به این قضیه که کسانی که به عنوان مهاجر وارد این کشور میشن هیچ قاعده‌ای برای پذیرش به اصطلاح ملیت این کشور رو ندارن، راهکار ندارن. البته اخیراً برای کسانی که افغانی هستن که بدون شناسنامه دارن تو این کشور با خانواده زندگی میکنن اومدن قراردادی باشون بستن، افغانی‌ها رو میفرستن به جبهه برای سوریه و با این شرط که اگر اینها برن خانواده اونها رو به رسمیت بشناسن و اجازه اقامت در اون محل رو بدن. این موارد اینچنینی هم در رابطه با مسائل کودک و کودکانی که در ایران هستن و همچنان بی‌هویت و زندگی میکنن که یه بخشی از اینا تبدیل شدن به کودکان خیابانی که خونم اونم بازی مقوله جداست و یک درد بزرگ جامعه است که یه بخشش رو خانم بهار توضیح دادن. من دیگه وقت شما رو نمیگیرم که اون در واقع کودکان خیابانی یه بخشی از همین بی‌هویتیه، یه بخشی هم به خاطر کودک آزاری و عدم شرایط سالم در خانواده است که این اتفاقا میفته. من به هر حال تشکر میکنم از شما، از برنامه و امیدوارم که حرفای ما تونسته باشه روشنگری کرده باشه و بتونه مفید قرار بگیره و باز هم میتونم در خدمتتون باشم. سپاسگزارم از شما جناب شفای گرامی. به طور ختم همینطور هست، مطالب بسیار ارزشمندی رو ما امروز گفتگو داشتیم و برای شنوندگان امید که مورد بهرهشون قرار گرفته باشه. حقوق کودک یکی از زمینه‌های مهم حقوقی است که از دیدگاه‌های متفاوت و در رشته‌های مختلف حقوق مورد بحث و بررسی واقع شده و دارای ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی داخلی و بین‌المللی است. این حقوق هم در سطح بین‌المللی در سال 1989 و هم در سطح داخلی در سال 1372 مورد توجه خاص قرار گرفته است. اما ایران همچنان فاصله بسیار زیادی تا اجرای کامل کنوانسیون حقوق کودک را دارد، زیرا با این وجود همچنان کودکان بسیاری از نعمت آموزش محرومند. بسیاری از کودکان در ایران فاقد شناسنامه و در حقیقت فاقد هویتند. بسیاری از آنان هنوز مورد تجاوز جنسی حتی از جانب پدران خود قرار می گیرند.
کودکان بسیاری به خاطر فقر و بدبختی همچنان زیر سن قانونی به سر کار می روند و حتی به کارهای سخت و طاقت فرسا گماشته می شوند. همچنان کودکان بسیاری در خیابانهای تهران و سایر شهرستانها با گدایی روزگار می گذرانند. که مهمترین دلایل این امر به دولت برمی گردد. زیرا دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حقوق کودک را به صورت مشروط پذیرفته است. مواردی مغایر با این کنوانسیون در قانون مدنی خود به آن افزوده است که این قوانین در بسیاری از موارد ساده ترین حقوق کودک را نادیده می گیرد. دولت به وظایف خود در همان حدی که خود پذیرفته و در قوانین داخلیش آورده نیز عمل نمی کند. از جمله آموزش کودکان و خانواده ها، پذیرفتن کودک به عنوان یک موجود مستقل، توجه به نهاد خانواده. لذا این عوامل باعث شده که مسائل و مشکلات کودکان در ایران از حالت به هنجار خود خارج شده و نیازمند عزم و اراده ملی و همگانی برای جبران مافات خود باشد. ضمن سپاس از توجه شما شنوندگان محترم به این بخش از برنامه، بسیار سپاسگزاریم که در خدمت عزیزان بانو سوسن بهار و جناب منوچهر شفایی در این برنامه بودیم. از حضور همراهی شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم و همچنین تشکر ویژه حضور آقای محمد گلستانجو که در بخش فنی برنامه با ما همراه بودند. روزگارتان خوش و دلتان پر از امید باد.